شما رو نگاه کنیم یا دوربینو؟ نه نه در بوره چی هست اصلا؟ دوست داری با یه ایرانی ازدواج کنی یا خارجی؟ خارجی رو دوست دارم، سیاه‌پوست. کره‌ای هم دوست دارم، ولی خب ایرانی به پست. سیاه‌پوست مهم نیست، زیبا باشه. حالا شما از شمال مراکش بگی تا جنوب آفریقا جنوبی هم اوکی. ایتالیایی. آیا خارجی؟ آره اگه ملاکای ازدواج منو داشته باشه باشه ازدواج میکنم. ایرانی‌ها بهترن دخترش. اگر خوب باشه چرا که نه؟ خوب از نظر انسانیت، از نظر چهره و ظاهر اصلا مهم نیست. حالا چی بگم خوب؟ بلژیک. چرا؟ بلژیک مردماش فکر کنم خیلی خوبن. شرایط آب و هوایی. اگه آقای باشه آلمانی باشه، یا آقای ایرانی. موقعیت ازدواج پیش اومده، جفتش هم در یه سر. شما کدوم انتخاب؟ ایرانی آلمانی؟ ایرانی. یعنی اگه یه دختر اروپایی باشه ترجیحش نمیدی به یه دختر ایرانی؟ اگه یه دختر ایرانی تو اولویت باشه مطمئنا دختر ایرانی رو انتخاب میکنم. بچه‌مون هم شاید لباس یوونتوس میشه. بچه‌ ایران. هیچ کسی وطن خودش رو نمیپوشه بره که جای دیگر رو بگیره. من دوستم با یه ایرانی ازدواج کنم. ولی به خاطر اینکه من خودم تو ایران به دنیا اومدم. اصلا فرهنگ و این چیزی که جا افتاده ایران، علاقه دارم که تو کشور خودم ازدواج کنم. من والا به اینش فکر نکردم، ولی خب از خصوصیات آدم دیگه ایرانی و خارجی نداره راستش. یعنی باید ببینیم که خصوصیاتی که میخوای، ملکی که میخوای تو کی هست. چون که ایرانی ها خب خیلی بهترن دیگه. به هر حال ما توی ایران بزرگ شدیم، با آدمایی که تو ایران بزرگ شدن بیشتر همخوانی داریم. مثلا یه سری شوخی اینجا خیلی مثلا موده، ولی مثلا اون ورمیری ممکنه اصلا به خیلی بر بخوره. خیلی طول میکشه من ازم تا بتونم آدم توی رابطه خارجی مثلا عادت کنم. دخترای خارجی زیاد لاغر مونغرن. منم کلن لاغر نمیپسندم. ماهیت اصلی ازدواج تأثیری نداره به ایرانی یا خارجی بودن. مهم اینه که حالا اون ایدئالی که میخوای رو تو طرف پیدا بکنی. به نظرم چون ایرانی ها حوزه فکریشون به هم شبیه تره و به هم شبیه تر فکر میکنن، خیلی راحت تر رابطه. مثلا دیگه اونقدر لازم نیست که روی رابطه کار کرد، ولی توی خارج به نظرم خیلی اینجوری نیست. خیلی بر رو فکر کرد و چی کار کرد و اینا. اگه مثلا یه موقعیت باشه، یه دختری باشه مثلا اروپایی باشه، به لحاظ ظاهری مناسب باشه، بعض مالی خوبی هم نشه، ازدواج نکنه. چرا؟ کیه که ازدواج نکنه اینطوری؟ دیونه هستی هر کی الان توی شرایطی که شما گفتی ازدواج نکنه دیگه. اصالت خودم میره زیر سوال اگه بخوام با یه خارجی ازدواج کنم. بسته به موقعیت اون زمانم داره. من ایرانی هم، من باید با یه زن ایرانی ازدواج کنم. فکر نکردم تا به حاضری با یه دختر افغانستانی ازدواج کنی؟ آره. پاکستانی؟ 100% آره. اگر که علاقه پیش بیاد برام آره. چون که جلوی دلمو نمیخوام بگیرم. هیچ وقت توی زندگی نمیخوام جلوی دلمو بگیرم. بستگی داره که طرف چجوری باشه دیگه. اخلاقیاتش اینه، یعنی فرقی به نظر من نداره که حتما اروپایی باشه. حتی مثلا افغانی زنی میتونه افغانی باشه. ولی به شرط اینکه مثلا به شما بخوره اوکی باشه همه چیش. خب سوال سختی. بسته به شرایطش داره. یه زمانی هست یه سری خارجی ها هستن که توی کشور خودمون بزرگ شدن، با آداب رسومای خودمون آشنا هستن، ولی من خودم زیاد با رسم و رسومات و رفتار خود خارجی ها زیاد یعنی موافق نیستم. یعنی به خیلی چیزا بستگی داره واقعا. ببین بستگی داره به معیارهای آدماست. یه سری ها اصلا دیدی عشق ندارن که آره ما رفتیم با یه خارجیه. ایرانی بودن رو ترجیح میدن. خودم به نظر اشتباهه واسه چیزا دیگه جذاب‌تر شده مثلا آدم با یه فرهنگ دیگه ازدواج کنه. واسه خاطر شبکه‌های اجتماعی و روابط انسان‌هایی که امروزه با هم دیگه دارن، اون اختلافات، اون شناخت‌ها، اختلافات کمتر شده، شناخت‌ها بیشتر شده. و چون شناخت‌ها بیشتر شده ارتباط هم نزدیک شده دیگه، اون تفاوته و آره تفاوت فرهنگی و اون اختلافات حالا چیزا کم رنگ شد. اتفاقا به نظر من برعکس میتونه در بیاد، چون من میام با یه دین و مذهب، با یه رفتار، اون میاد با یه رفتار دیگه. من شاید دوست داشته باشم خیلی از کارهایی که اون میکنه رو من انجام بدم، شاید بالعکس. به نظر من نه، زیاد کم جور در نیاد. مگر شما بری خارج بخوای توی اون کشور زندگی بکنی، بخوای به راه روش اونا بری.
نه خارجی دور یا نزدیک. مال چه کشوری باشه؟ به نظر من فرقی نداره خارجی ایرانی. من ایرانی میخوام، با ایرانی انتخابمه چون میفهممش راحت. من نه دوست ندارم که با یه فرد خارجی ازدواج کنم. به نظرم خیلی فرهنگاشون و عقایدشون با خود من به شخص خیلی با هم فاصله داره. انسان انسانه، چه فرقی داره چه ایرانی چه خارجی؟ مهم که همدیگه رو بفهمیم. نه خب از اون ورم که ممکنه یه مزایایی داشته باشه، از اون ورم ممکنه یه معایبی داشته باشه. ممکنه همین فرهنگا باعث خیلی از مشکلات بشه. فرانسوی رو اگه ایسلندی باشه چرا؟ هیچ کشوری. کلا نمیخوام ازدواج بکنم. ما میخوایم علاقه اینا علاقه ای ندارم به ازدواج. آمریکایی هم اگه خرجم بده آره. دوست ندارم با یه فرد خارجی ازدواج کنم. چون انقدر تفاوت فرهنگ و خانواده هست که به نظرم خیلی مشکلات پیش میاد. خودم به خاطر مالی نشد، منم رو آوردم به مالی دیگه از اول. به نظرم ایرانی ها بهتره. چرا دلیل؟ چون چاره ای ندارم، یه ایرانی فعلا تو زندگیم. یک ماه اول شاید جالب باشه ولی بعدا نه. خب شاید الان من یه سری حالا اعتقادات داشته باشم که اون نداشته باشه. من یهو بخوام برم زیارت بعد اون نمیخواد بره. حالا مثال میگم. مثلا چه کشوری؟ نه اصلا. من روسیه خیلی دوست دارم. ترجیح میدم با کسی ازدواج کنم که هم کشور خودم باشه و اینکه با هم اشتراکات بیشتری داشته باشیم. احساس غریبی میکنم، دوست ندارم. آره اصلا بعضیا شاید جزء ایدئالاتشون باشه که با یه خارجی ازدواج کنن و این به نظرم خیلی خوبه اتفاقا که با یه فرهنگی ازدواج کنی، با کسی ازدواج کنی که کل زمین تا آسمون فرهنگ، تاریخشون، اشتراکاتشون فرق داشته با تو و این خیلی چیزای جدید دارین واسه کشف کردن با هم دیگه و این خیلی به نظرم جالب و قشنگ باشه. حالا از نظر بعضیا الان تو زندگی یه جوری شده که دیگه اسم ازدواج میاد، خود پدر مادرها هم دیگه دارن فاصله میگیرن، میگه همینجا بمون جات خوبه، خیلی بهتر. فکر کنی خانواده‌ات راضین؟ آه اوکی، آره بابا چرا راضی نباشن؟ خوشحالم. به قول معروف عروس فرنگیه دیگه. سوال خوبی با... اینو نمیدونم، بعدی رو بپرس. بله ولی احتمالاً از خداشونه که یه خارجی بیاد ما رو ببره از شهرمون خلاص شن. بم خانواده من از خداشونه که من ازدواج کنم. تو خارجی ایرانی یه ذره شب پدرم تو خارجی بودنش مشکل داشته باشه خب، ولی اونم زیاد مهم نیست، مهم خودم که بپسندم باشه. خانواده من جوری هستن که خوشبختی هم بیشتر واسه شون مهم. فکر نمی کنم مشکل داشته باشن، ولی ترجیح میدن که با یه ایرانی ازدواج کنم دیگه. چون این اتفاقا به نظرم خیلی بهتر آدم بعضی وقتا توی شرایط خاصی قرار بگیره، آداب رسوم بعضی از استانا رو بدونه. هیچ مشکلی ندارم. نه ناراحت میشن نه خوشحال. تازه اگه شرایطم باشه میگه خواهر و برادرم با خارجی ازدواج کنم. فکر میکنم بسته به این باشه که کجا باشه. به لحاظ فرهنگی و دینی و اینا خیلی با هم اختلاف داشته باشه دیگه خودمون درستش میکنیم. ببین این بسته داره که آقا کشورهایی که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن این فرهنگا با هم دیگه نزدیک هست یا نه. الان شما بری از استانبول بری وسط میدون تقسیم داد بزنی محمد، 7 نفر برمیگردن. فکر نکنم موافق باشن. به همین دلیلی که گفتم دیگه، اینقدر تفاوت ها هست که به نظرم باعث مشکلات میشه بعدها. خارجیش اگه مسلمون باشه نه مشکلی ندارم. فکر نکنم، باید ببینن چجوریه. موافقم. حق انتخاب با خودمه. والدین منم احتمالا دلشون واسه اون طرف میسوزه ولی کلا مشکل دیگه جز این نداره. که میاد منو میگیره. کلا با ازدواج مخالفم. چرا؟ دوستان ازدواج کنم. از لحاظ دینی تفاوتهایی وجود داره که این تفاوتها بعدا میتونه خیلی مشکل ساز باشه. نمیدونم ولی خب از اونجایی که تک فرزندم حس میکنم یه ذره قرار رو باشه من از اینجا برم یه ذره براشون داستان شه. خانوادم به نظرم مشکلی نداشته باشن. نکنم همچنین مخالفم باشن، فکر نکنم موافقم باشن. باید ببینم تو اون شرایط چه حالتی چه موقعی این اتفاق میفته. نه منم فکر نکنم خانوادم موافق این موضوع باشن. فقط ایرانی. چرا مثلا نگفتی یه اروپایی؟ اروپایی خب چراشه نمیدونم، چون به چراش فکر نکردم، ولی خب اروپایی هم نه مد نظرم نیستم. اروپایی هم هستم. فیوریتم کره ای و سیاپوس. چرا انقدر اختلاف؟
همین یه اختلافش قشنگه دیگه. بعد تو اطرافیان کسی بوده که با یه فرد خارجی ازدواج کنه؟ تو خارجی نه، تا حد ازدواج نه، ولی خب رابطه بودن. در خاله خودم اصلا تجربه رو شناخت اون کشوری که رفت تو ایتالیا زندگی کرد نداشت، ولی الان کاملا از زندگیش راضیه. یعنی اون تجملاتی که ما تو ایران داریم و اینقدر سخت میگیریم برای ازدواج، اونا خیلی راحت رفتن سر خونه زندگیشون و خیلی به نظر من خوشبخت‌تر از کسایی هستن که تو ایران دارن زندگی میکنن. یه سری چیزا دیگه فرهنگی میشه، یعنی یه سری چیزا اینو آقا بگی آقا مثلا من این کارو میکنم، یا مثلا چه میدونم مثلا خیلی ساده، خیلی از کشورها مثلا میان خونه مثلا با کفش میان، مثلا میگه خب مثلا چه تو خونه مثلا پدر مادر من مثلا میای و این کارو باید برداری، مثلا بهش بر بخوره این کار که آقا مثلا این تو فرهنگ ما نیست، ولی خب این تو فرهنگ شما هست. اولین معیار من تو انتخاب همسر قده. معیار ببین الان معیار همه شده مالی، مثلا اینجوری الان خوبه. بلندتر نه دیگه، از من بلندتر نباید باشه. یه ذره آره کوتاه‌تر. الان مثلا من یه خورده کوتاه‌تر. مثلا من الان 196 ام، مثلا 180 185 نباشه. اینکه شما الان بخوای بقیه زندگی تو با یه نفر بگذرونی، به نظرم مهمترین ملاک اون درک متقابله با حالا عشق و چیزای دیگه. به نظر من حتی نه کامل، نزدیک کامل هم نیست. دو نفر که بتونن همو درک کنن، همدیگه رو به سمت هدف هم دیگه هول میدن، بعد حالا اون ازدواج یا حالا اون بستری که بیش هم دیگه تشکیل دادن نه تنها کمک میشه، پایه میشه، بلکه خب هولشون میده تا به سمت هدفای هم دیگه. این به نظرم خیلی بهتر نزدیکشون میکنه. من آدم پول پرستی ام کلا رک میگم، من پول پرستم. صادق باشم، بالغ بودن طرفه، یعنی واقعا حالا مثلا هر چی آدم جوان‌تر باشه فکر میکنه که هرچی پارتنرش با پارتنر مثلا خوشگل‌تری باشه، خوشتیپ‌تری باشه بهتر، ولی هرچی بزرگتر میشه میفهمه که خیلی به این چیزا نیست. واقعا به نظرم حتی 80% اون بلوغ و اون ذهنیتی که طرف داره مثلا حرف این که مثلا یارو بتونه پای حرفات بشینه. اشاره کردم اول توپل بودن، اخلاق، سین کنه جواب بده، بعد حالا دیم میره این داستانا. ظاهر اونقدر نه، ببینید الان دیگه ماشاءالله انقدر دکتر هستش که زشت رو تبدیل به حلو میکنن. معیارم واسه ازدواج اینه که طرف واقعا انسان باشه، انسان خوبی باشه و اینکه برای جامعهش مفید باشه اونم، اون انسان، و اینکه کمک کردن رو دوست داشته باشه. در اصل خب شخصیت موردهای دیگه مثلا شخصیته، یعنی از پوشش گرفته، نوع صحبت، از پوشش، نوع صحبت، از رفتار. پول که آره، پولم حالا در حدی که بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم و در رفاه و آسایش باشیم آره، ولی خیلی هم که بگم پول دار باشه و اینا نه. ظاهرم که اگه اینا همه اوکی باشه از ظاهرم میتونم بگذرم. هم قیافه مهمه، هم اخلاقی سازگار باشه با من. با این وضعیت اگه وضع مالیمون خوب بود خب متأهل بودیم بهتر، اگر نه که نه، فعلا مجردی اوکیه. انشالله که یه روزی همه بتونن به اون ایدالا و به اون ازدواجی که دلشون دیگه در سنین 50-60 سالگی مجرد نمونیم، حداقل یه همدم داشته باشیم.